نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در گفتگو با گرتا ونساسترن همکار صدای آمریکا توافق هسته‌ای جامعه جهانی با ایران را موسوم به برجام توافقی خطرناک برای منافع ملی آمریکا دانست. خانم هیلی که پیشتر فرماندار ایالت کارولینای جنوبی بود در این گفتگو میگوید که مقامات تهران با حمایت از تروریسم و انجام انواع آزمایش‌های موشک‌های بالستیک قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض کردند. خب به ایران میپردازیم. طبیعتاً در اولویت برنامه‌هاتون توافق آمریکا و دیگر کشورها با ایران درباره برنامه تسلیحات اتمی اوناست. موضع شما چیه؟ توافق بد و خطرناکی بود. ما اساساً به آنها میلیاردها دلار دادیم که بگویند برنامه اتمی نداشتند و اجازه دادیم که هر کاری بکنند، از آزمایش موشک بالستیکی گرفته تا حمایت از تروریسم و انتقال تسلیحات که کاملاً خطرناک است. It's incredibly dangerous. If I take that premise, it's a bad deal. اگه من پیش فرض رو بر این بذارم که این توافق بدیه، که البته تمامی متن این توافق رو نخوندم، حالا اگر ایالات متحده از این توافق عقب نشینی کنه، از توافقی که دولت ما، رئیس جمهوری پیشین ما انجام داد، این چه پیامی به دیگر کشورها داره؟ مثلا کیم جونگ اون که ما می‌خوایم با او به مذاکره بشینیم و به توافقی برسیم، چرا باید به حرفای ما اعتماد کنه؟ اگه یه دفعه رئیس جمهوری بعدی بیاد و بگه که توافق حاصل احمق است. زیرا اگر شما به مسئولیتتان در چارچوب توافق ملزم نباشید، ما هم ملزم نخواهیم بود. این دوره ای نیست که ما به شما پول می دهیم و امیدواریم درست عمل کنید. الان دوره ای است که اگر می خواهید ما شریک این توافق باشیم، شما باید به تعهداتتان پایبند باشید. و نه فقط این، در مورد ایران شما باید همچنین به واقعیت ها نگاه کنید. در چه کشوری در کجای جهان فرستادن موشک بالستیک و استفاده از آن چنان که آنها می کنند مناسب است؟ در یمن، like they're doing with the Houthis in Yemen. مانند آنچه آنها برای حوثی‌ها در یمن انجام می‌دهند. چرا باید ادامه حمایت آنها از تروریسم در تمامی جهان اقدامی مناسب باشد؟ چرا باید ادامه حمایت آنها از اسد که مردمش را آزار می‌دهد مناسب باشد؟ بله، اینها جزء توافق نیستند. ما به توافق ملزم هستیم. اما آنچه می‌گوییم، ببین، ما به تمامی آنچه در توافق آمده ملزم هستیم و به آن عمل می‌کنیم. اما اقدامات دیگر، آنها چه؟ اتحادیه اروپا باید جدی‌تر عمل کند. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که جدی‌تر عمل کند. ایران هم باید گام‌های دیگری بردارد. همین آنچه که گفتم باید متوقف شود. اینها مسائلی است که در آمریکا مورد بحث است. اگر می‌خواهید که ما توافقتان را جدی بگیریم، شما باید همه اقداماتی را که گفتیم جدی بگیرید. لطفاً اگه اشتباه میگم مرا تصحیح کنید. این همون توافقیه که ما 100% به اون پایبند هستیم و ایران هم متن توافق رو اجرا کرده. اما در حاشیه اونا کارایی میکنن که در توافق نیست، مثل ارائه تسلیحات به حوثی‌ها. آیا این کار اونا نقض اون توافقه یا صرفاً رفتاری بد از اوناست؟ آنچه برشمردم نقض تعدادی از قطعنامه‌های شورای امنیت است. اما بخشی از توافق با ایران نیست. بخشی از توافق با ایران نیست. برای همین ما در توافق باقی مانده ایم. اما این اعمال نقض چندین قطعنامه سازمان ملل است و ما اخیراً گزارشی داشته ایم که به نقض اینها اشاره کرده است. بنابراین ما نیستیم، بلکه سازمان ملل است که آمده میگوید ایران با آزمایش موشک‌های بالستیکی، فروش تسلیحات، حمایت از تروریسم، قطعنامه‌ها را نقض کرده است. پس ما تنها بازیگری نیستیم که اینها را میگوییم. ما به جامعه بین المللی نشان داده ایم که هنوز چیزهایی وجود دارد که خطرناک است و امن نیست و ما باید کاری انجام دهیم.